آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه آلبالو خشکی هستش که یکی از تنقلات بسیار خوشمزه هستش که معمولا میشه از فروشگاه‌های بزرگ به صورت کیلویی یا بسته‌بندی تهیه کرد که اغلب هم شور هستن. آلبالو خشکی رو در منزل بسیار راحت میتونیم تهیه بکنیم که قابل اطمینان هم هستش. مواد مورد نیاز: آلبالو که میزانش بستگی به خودتون داره، ربع انار که میتونه ربع انار خیلی ترش باشه که باز اندازش بستگی به ذائقه خودتون داره که چقدر میخواین آلبالو خشکتون ترش باشه، و نمک هم به میزان لازم. قبل از اینکه آلبالوها رو بشوریم، شاخ و برگ آلبالوها رو تمیز میکنیم و جدا میکنیم از آلبالوها. بهتره آلبالویی که استفاده میکنید آلبالوی رسمی باشه. بعد از اینکه آلبالوها رو تمیز شستیم، داخل یک صافی قرار میدیم که آب اضافیشون گرفته بشه. اگر عجله داریم میتونیم روی یک پارچه نخی هم قرار بدیم تا سریعتر آب اضافیش گرفته بشه. آب اضافی آلبالوها که گرفته شد، داخل یک سینی قرار میدیم. فقط باید مواظب باشیم که آلبالوها روی همدیگه انباشته نشن، چون اگر روی هم انباشته بشن کپک میزنن. بعد از اون یک روز آفتابی رو انتخاب میکنیم و میذاریم توی آفتاب. اگر در منطقه هستین که آفتاب کمه و آفتاب گیر نیستش، میتونی از پنکه استفاده بکنی. هیچ آلبالویی باید روی آلبالوی دیگه هم باشه نباشه. بعد از اون برای اینکه گرد و خاک نگیره توی هوای آزاد، حالا بالکن یا جای دیگه قرار میدین، یک توری تمیز روی سینی قرار میدین. اطرافش رو هم با گیره محکم میکنیم که توری سر جای خودش باقی بمونه. بعد از اون میذاریم مقابل آفتاب. بعد از یک روز آلبالوها رو بررسی میکنیم ببینیم تا چه اندازه خوش شدن. میبینیم که یه مقدار پوستشون جمع شده. البته به منطقه آب و هوایی هم بستگی داره. یه مقدار زیر رو میکنیم تا هر دو سمت آلبالوها خوش بشن. بعد از اون دوباره میذاره در معرض نور آفتاب. بعد از دو روز آلبالو رو میاریم، توری رو بر میداریم، میبینیم که آلبالوها نیمه خوش شدن. آلبالوهای نیمه خوش شده رو داخل یک کاسه بزرگتر میریزیم. داخل کاسه که ریختیم مقداری نمک که باز بستگی به خودتون داره میزانش، و ربع انار رقیق شده. اگر دوست دارین ترشتر باشه میتونید میزان بیشتر بریزین، اگر هم دوست ندارید میتونید فقط نمک بریزین، ربع انار اضافه نکنین بهش، بستگی به ذائقه خودتون داره. بعد از اون به وسیله دو تا قاشق خوب
با آلبالوی نیمه خوش شده مخلوط میکنیم. من حدودا نصف استکان ربع انار رقیق شده بهش اضافه کردم. برای این میزان آلبالو دوباره داخل سینی میریزیم. و خوب پهن میکنیم داخل سینی. فقط باید مواظب باشیم که آلبالوها روی هم انباشته نشن. دوباره توری رو میکشیم روی آلبالوها و مقابل نور آفتاب قرار میدیم. بعد از یک روز آلبالوها رو از جلوی آفتاب بر میداریم به این شکل در اومده. درسته که ربع انار ریختیم یه مقدار چسبناک شده ولی خیلی خوشمزه است. میریزیم توی یه ظرف دردار و توی یخچال قرار میدیم. حدود یک ماه داخل یخچال میمونه. اگر میخوایم مدت طولانی تری نگه داریم میتونیم داخل این زیپ کیپ ها قرار بدیم و بذاریم توی فریزر. آلبال خشک آماده شد. امیدوارم این آموزش مفید واقع بشه. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بدید.